خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به بالا رفتن قیمت خودروها خواهیم گفت تا بحث فیلترینگ در ایران و مصاحبه یه دوتا خانم با هم دیگه جنجال برانگیز. و در ادامه برنامه سربازای شجاع ما هر روز در جبهه می جنگن چی؟ و جونشون رو فدای شرافت کشوره. انقلاب اسلامی به روایت یک دختر بچه، معمای یک مدرسه دخترانه و خطرناکترین شهرهای دنیا در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود، این ماجرای فیلترینگ تا جایی رفت که دیگه صدای آقای جنتی هم در اومد. بله، آقای جنتی یک حرکت جوانانه کردن در حقیقت و همسن سالای خودشون، حتی نه خیلی پایین تر از سن سالای خودشون هم به دردسر انداختن. من اگه بودم خیلی شرم میکردم. خیلی برخوردشون برخورد درستی بود که با موضوع فیلترینگ شد و اینکه فیلترینگ کار غلطی است و باید رفت از این وسایل استفاده کرد. اما اجازه بدین حالا که شما اینو گفتین که خبر خوبی بود، من یه روزه هم بخونم. مطبوعات واقعیتش اینه که حالشون خوب نیست به چندین دلیل. بخشش منعکس میشه که اون مجبور است به اینکه کاغذ گرون شده و شرایط سخت شده نظر اقتصادی، همه ناچار شدن قیمتشون ببرن بالا، بسیاری کاغذشون رو یعنی قطعشون رو کاهش دادن که کاغذ کمتری مصرف کنن. ولی یه جای ناگفته هم داره. ببینید کارتونیستا دارن آهسته آهسته تو صحنه مطبوعات حذف میشن، لابد به دو دلیل. یکی اینکه بعضیا حساسن بهشون، یکی هم به دلیل اینکه خب وقتی کارتون خارجی رو بذاریم دیگه لازم نیست حق و تحریر بدیم. همین اتفاق در مورد عکس هم داره میفته به نوعی. ولی بذارید از اون طرف ذره بیشتر بریم این فشارا رو ببینیم. بعد از حدود 6 7 سال که آقای شمس‌بازی هیچ کاری نمیکنه و بزرگترین جرم او هم غیر از این نیست که به هر حال روزنامه جامعه رو درست کرد که حرکت مهمی بود در تاریخ مطبوعات ایران، و بعد از اونم با 5 تا روزنامه اصرار کرد و فشار آورد و بابتش هم اندازه کافی بیشتر از کافی زندان رفت. ولی الان دیگه ایشون رفته کشاورزی میکنه، حتی در شبکه‌های اجتماعی هم ظاهر نیست. بنابراین خبر این که احضار کردند او رو برای فرستادن به زندان بیشتر از هر چیزی میتونه یک تفسیر سیاسی پیدا کنه و نه چیزی. همزمان یه خبر تایید نشده، هنوز تایید نشده ای هم داریم در مورد حکم زندان یاشار سلطانی که اون هم همینطور، اون هم باید الان این سوال رو مطرح کرد. این حکم سنگین رو شما بدید در حالی که این همه فریاد مرگ بر فساد و مبارزه با فساد میزنین، خب مردم حق دارن باور نکنن این حرفا رو دیگه. به هر حال این مجموعه خبرهای بده. خب بریم سراغ روزنامه ها و شروع کنیم با روزنامه شرق و این مصاحبه خانم بهار رهنما با خانم فائزه هاشمی که مصاحبه خوبی بود. مصاحبه خیلی خوبی بود و من یه ذره راستش بخوام ناراحت شدم از این حاشیه هایی که این مصاحبه درست کرد، حالا برای یه غلط املایی، در حالی که در هر صورت با یکی از سیاستمدارای زن معاصر مصاحبه شده بود، از خودش، زندگی شخصیش، خانوادهش، و مصاحبه به خاطر در واقع توقف اکران مستند، اسم مستندن مستندی درست کردن راجع به خانم هاشمی. بله. که اول متوقف شد بعدن ایستید. بله، و کلی تو این مصاحبه جزئیات بسیار حالا ریز و درشتی از خانم هاشمی، فعالیت‌هاشون، زندگی خصوصیشون، خانواده، شوهر، پدر، مادر. مصاحبه خواندنی بود، در اینا خیلی سیاسی بود. نبود. بله. ولی خواندنی بود. بریم روزنامه اعتماد رو هم ببینیم که داره از پس لرزه های زلزله در جاده مخصوص میگه که به همین داستان خودروسازان داخلی و بالا رفتن قیمت. اگر به من بوده شاله، در حالی که مقالات خوب اعتماد فراوان داره، همیشه همین شماره که الان دستمون هست، این نظام انتخاباتی مطلوب آقای عبدی هم اینجا هست که مقاله خیلی خوبی است، ولی من اگر دست من بود و قرار ما این بودش که مقاله به صورت انتخابی هفته پیدا کنیم، من مقاله آقای موسویان رو میگفتم. مقاله است تحت عنوان عبور از برجام، یعنی اصولا تصویری میدند ایشون به عنوان آدمی که دستش در کار بوده، به حال در دوره طولانی مذاکرات اولیه هسته‌ای عضو هیئت بوده است و الان استاد دانشگاه است. توضیح میده که اصولا فضای جهانی چه جوری است، روابط با اروپا چه وضعی قرار گرفته، روابط با اروپا آمریکا چطوره، و وسطاش تا
توجه میدهد که این چندگانگی، صداهای چندگانه‌ای که اتفاق میفته و همدیگر رو دفع میکنه چه خطراتی داره، و در حالی که معتقد است به اینکه بر سر برجام باید ایستاد، ولی معتقد است که به حال از برجام داریم رد میشیم و شرایط آینده پیچای خطرناکش کجاست. خیلی مقاله خوبی بود به نظرم. بریم روزنامه بعدی مستقل رو ببینیم با تیتر کرباسچی به خانه برگشت. بله، این رفتن آقای کرباسچی به، یعنی احضارش کردن، بیشتر از اینکه خود موضوع خیلی اهمیت داشته باشه، شکلش اهمیت داره که آقای کرباسچی از خونه رفت بیرون که بره دفترش، بعد خانواده بی خبر موندن و بنابراین صحبت از همه چی ممکنه در این مواقع همه چی به حدس و گمان آدم بیاد. بعد از مثلا چند ساعت هم ایشون خودش تلفن کرد که من تو دادسرا هستم. خب معمولا آدم مثلا با دبیر کل حزبی مثل کارگزاران و اینا یا همچین کاری، چرا مثلا فرض کنید که دادگستری هم میخواد اجرای احکام کنه، ولی به هر حال تا غروب ظاهرا موضوع حل شد و برگشت. مستقل خوب دیده، این خبر خوبیه، کرباسچی به خانه برگشتم خوبه. بریم روزنامه کیهان رو هم ببینیم. ببینید کیهان به نظرم میرسه که خبر نداشته دیگه، چون وقتی میره گزارش های تحلیلی رو تیتر یک میکنه، معنیش این استش که سوژه‌ای وجود نداشته است، نه در خارج نه در داخل، برای ادامه سیاست های فعلی. برای خبر دوم هست شده نیویورک تایمز. بله. بعد تبلیغ مقام رهبری به زبان نیویورک تایمز. گزارش خبری در حقیقت همون چیزی که تو تیترش داره میگه، صحبتی کرده است آقای روحانی و تو اون صحبت این بخش مربوط به حجاب و فیلترینگ و اینا رو خوششون نیومده، معتقدن که این هنجار شکنیه، بریم پاسخ مطالبات مردم بدیم. این حرف رو، این که شما به رئیس جمهوری بگین که مثلا نون گرونه، برو چه راجع به این میگی، درباره همه مسائل میشه گفت، یعنی هر کاری، یعنی مثلا ایشون دنبال زلزله هم بره میتونیم بگیم نون گرونه، چرا دنبال زلزله رفتی، راه هم بخواد به زمین. روزنامه آخر خراسان هست، اقدام هوشمندانه برای بازگشت پذیری. بله، این مصاحبه ایست که آقای صالحی کرد و خراسان درست دیده، به حال این تیتر خوبیه برای روزنامه خبری، روزنامه های دیگه چندان بهش نپرداختن. تو مصاحبه ایشون فاش میکنه که یکی از بحث‌های خیلی جدی که در مورد ایران بود که یادتون باشه در مخالفین برجام خیلی راجع به بتون ریزی حرف می‌زدن. ایشون فاش میکنه که اون بتون ریزی ترفندی بوده است، بتون رو ریختند به خاطر اینکه ظاهرا بازرسا رو راضی بکنن، ولی در حقیقت لوله های رزرو داشتن که تونستن دوره برش گردونن وضعیت عادی. و از این موضوع هم آقای صالحی گفته است که فقط خودش خبر داشته و مقام رهبری. ممنون آقای بهنوت، برمیگردیم و با هم برگزیده ها و مجلات رو میبینیم. اما تا لحظاتی دیگر، بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگیم. عزیزم الان مملکت شده لجنزار. مرگ برشا، آه باز شروع کرد. مرگ برشا. مرجی فوراً برو بخواب. دست از سر سارا بردار. میدونی که شایعه مثل آتیشه، وقتی شروع بشه تمومی نداره. بچه وقتی که تو از پیش ما جدا میشی، تو میفهمی من غیرت تو رو دیگه کسا ندارم. نرو بچه، نرو. سلام بهرنگ، پرسپولیس. دقیقا. ببین فیلم داستانی پرسپولیس کارتونی بر اساس یه سری گرافیک نوول یا داستان مصور اثر مرجان ساتراپی، نویسنده ایرانی فرانسوی، ساخته شده. نامزد اسکار بوده، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن رو هم برده. به نوعی داستان زندگی خود مرجان ساتراپی، از بچگیش قبل از انقلاب تا نوجوانی و بزرگسالیش بعد از انقلاب. در واقع انقلاب و جمهوری اسلامی رو از دید مرجانی تعریف میکنه که خانوادهش بیشترشون فعالای چپ و کمونیستی هن که هم با دولت شاه مسئله داشتن هم با جمهوری اسلامی. بذار یه تیکه از داستان رو ببینیم. مرجان نوجوونه، زمان جنگه، میخواد بره خیابون گاندی نوار آیرون میدن بخره. استیوی واندر، خولیو الگریسیاس، پینک فلوید، دایکل مکسور، روژه لب، لکن خون پاسور، آیرون میدن. کاست آیرون میدن چنده؟ نوت تومن. پنجا. شست تومن. پنجا. شست. پنجا تومن. پنجا تومن.
آی تو این چه لباسیه پوشیدی؟ با اون کفش پانکیت ها؟ کدوم کفش پانکی خانم؟ این کفش پانکی. این کفش ورزشیه. این لباست پانکیه. ورزشیه. من تو تیم بسکتبال مدرسه‌مونم. پس این چیه پشت کاپشنت؟ این چیه اینجاست؟ مایکل جکسون؟ نه. نماد فرهنگ منحط غربی. نه این نیست. این مالکوم ایکس. چه زرنگی؟ مایکل جکسونه. سعی تو بیار جلو دختری. بس دیگه. بهونه‌تو بذار برای کمیته. ببخشید خانم دیگه تکرار نمیشه. خواهش میکنم خانم، مادرم هم مرده، زن بابام بدجنسه، خیلی سخت گیره، اگه الان نرم خونه منو میکشه، تنمو با اوتو میسوزونه و بابامو مجبور میکنه منو بندازه یتیم خونه. خواهش میکنم، التماس میکنم. ببین ما میخندیم ولی واقعا قصه نسل ماست، حتی شما احتمالا نه ولی نسل من. خیلی ممنون، متشکر. فیلم پر از این شوخیای کوچیک و بامزه که یه جورایی زهر قصه رو میگیره، چون در نهایت یک داستان تلخه. یه تعداد زیادی نکته های ریزم توش هست که فقط ما ایرانی ها احتمالاً میفهمیم، مخصوصا ماهایی که دهه 50 و 60 و 70، حالا من که 50 نبودم. حتی بگم من فیلم رو توی سینما در روم دیدم، به زبان ایتالیایی هم دیدم، اصلا هم اینطوری نبود. یعنی من واقعا خیلی از ایتالیایی ها که میومدن بیرون قشنگ معلوم بود تحت تاثیر فیلم قرار گرفتن و میفهمیدن. آره ولی میگم برام ماها یه چیزای اضافه تری هم داره. یه دستمریزادی باید بگم به همکارامون تو بخش دوبله که واقعا کارشون عالی بوده. یه مثال بزنم، یه جای فیلم هست که با آهنگ فیلم راکی دین 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 با اون آهنگش شعر خونده که تو نسخه فرانسویش خب به زبان فرانسه بوده، این رو ترجمه کردن و خیلی خوبم ترجمه کردن، کاملا روی فیلم میشینه. ترجمه اینقدر خوبه که من میگم اگر که شما قبلا فیلمو با زیرنویس یا به زبان اصلی دیدی، ارزش داره بازم بشینی این نسخه رو ببینی. خیلی عمالی. خب کسانی که دوست دارن فیلم سینمایی پرسپولیس رو میتونید سه شنبه 25 بهمن ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید روی صفحه تلویزیون. خب بعدی سریال هست. دقیقاً. سریال پیکنیک در هنگینگ راک یه سریال 6 قسمتیه بر اساس یه رمان استرالیایی نوشته شده که خیلی ساخته شده که خیلی معتقدن یکی از بهترین رمان‌های استرالیاییه. داستان سال 1900 اتفاق میفته. خانم اپلیارد یه بیوست میره یه امارت یا یه جایی از استرالیا میخره و تبدیلش میکنه به یک مدرسه شبانه روزی خیلی باکلاس برای دخترایی که پدر مادرای پولدارشون از این ور اونور دنیا اینا رو فرستادن توی مدرسه. روز ولنتاین دخترها و بعضی از معلماشون نامه گرفتن. وای چقدر زیباست. اینو ببین، اینم از طرف برادر منه. مرسی. صبح بخیر دخترها. صبح بخیر خانم اپلیارد. از بابت وضعیت هوا برای پیکنیک در مانت دیوژن واقعا شانس آوردیم. چون هوا احتمالاً گرم میشه، میتونید بعد از عبور کالسکه از وود اند دستکشاتون رو درارید. باید هشدار بدم که صخره بی اندازه خطرناکه. وای. بنابراین هر گونه رفتار احمقانه پسرانه در زمینه اکتشاف مطلقاً ممنوعه. به علاوه مارهای سمی و مورچه‌های زهردار اون ناحیه هم معروفن. سعی کنید بهتون خوش بگذره. بدبخت و بعد بهشون خوشم بگذره این وسط. میخوام ببرن پیکنیکشون ولی ما میدونیم که اینجای خطرناکه و یه اتفاق بعدی هم قراره بیفته. اون اول سریال بهمون گفته که چند نفر قرار ناپدید بشن ولی نمیدونیم کیا، نمیدونیم چرا، نمیدونیم چه شکلی. برای دیدن اینا باید تا آخر سریال تماشا کنین. کلن هم تلاش کارگردان اینه که ما رو همش در تعلیق نگه داره و ببینیم که الان چی میشه، این چی شد، اون چی شد. خب اگه دوست دارید که تعلیق همینطوری دنبال کنید، اولین قسمت سریال پیکنیک در هنگینگ راک رو میتونید پنجشنبه 11 بهمن ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید.
خطرناکترین شهرهای دنیا کجاست؟ تو این مجموعه بنجامین زن که یه فیلمساز ایرانی بریتانیاییه با لهجه لیورپولیه، نسبتاً غلیظ، ممکنه برای بعضیا جدید باشه، اون لهجه رو زیاد نشنده باشن، میره سه تا از خطرناکترین شهرهای دنیا. میره کاراکاس که خشن‌ترین شهر دنیاست، بیشترین تعداد قتل و آدم‌ربایی و اینجور چیزا رو داره. میره پورت مورسبی، پایتخت پاپواگینه اینو که خشن‌ترین شهر دنیا برای زن‌هاست، خشونت خانگی و غیر خانگی علیه زن‌ها توش خیلی زیاده. و میره کابل، شهری که سال‌های ساله که حمله‌های انتحاری و غیر انتحاری رهاش نمی‌کنن. تو کابل هم با طالبان حرف می‌زنه، هم با نیروهای امنیتی که هر روز جونشون رو می‌ذارن کف دستشون، میرن وسط خیابون بگردن مهاجم انتحاری پیدا کنن. بعد میره با یه بازیگر و کارگردان فیلم‌های اکشن حرف میزنه که مثلا هدف حمله بوده، 9 تا از همکاراش کشته شدن. یه جا هم پا میشه میره باغ وحش کابل، جایی که تو سالهای اخیر از حمله مصون بوده. میگن حالا که تا اینجا اومدی بیا بریم به شیرا غذا بدیم. Forget the bombs, forget the Taliban. It's time to feed the lions. It's quite dark. Here we go, let's feed some lions. Oh, you can see. Oh my God, look how close they are. They're quite. Oh my God, there's a bear. So he's just placing the meat out for the lions. They can smell the food. Be careful. Oh my God, you can see its eyes. Holy. Even me. Look at the size of it. It's gonna roar, isn't it? Oh my God. Yeah, I thought the Taliban was scary. It's got nothing on this girl. Talking about dangerous cities, this is definitely the most in danger I feel like I've been. What an experience. جای خطرناک هم که نمیخوان ببرنش، میبرنش تو دهن شیر. دقیقاً. اولین قسمت خطرناکترین شهرهای جهان رو میتونید چهارشنبه 10 بهمن ساعت 11 شب به وقت تهران، نیمه شب در کابل و 30 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت سوم این مجموعه رو هم که درباره کابله میتونید دو هفته بعد، یعنی چهارشنبه 24 بهمن در همین ساعت ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میان بگذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدی. روزنامه ایران 25 ساله شد، نه؟ بله، خیلی سریع گذشتش، انگار پریروز بود. و آقای وردی‌نژاد مسئول خبرگزاری و عمود بود، ازش یه روزنامه متولد شد. این در سالهای آخر ریاست جمهوری آقای هاشمی بود و دو تا روزنامه متولد شد که هر دو تا خیلی اثر گذاشت در صحنه حتی سیاسی، ولی صحنه اجتماعی هم تو یکی همشهری بود، یکی هم روزنامه ایران. و هر دو هم از لحظه اولی که متولد شدن با مخالفت شدید روزنامه های مثل کیهان و بقیه روبرو شدن، که گاهی اوقات هم در مورد بعضیاشون خیلی کار به جای باری کشید و طرفین از هم دیگه مستقیم انتقادهای خیلی شدیدی هم کردن. ولی به هر حال در این 25 سال همینطور که آقای دلیلی نوشته است در اینجا در سرمقاله این شماره ویژه، دوره های مختلف گذرون. طبیعتاً روزنامه دولت هست و وابسته بود که دولت چجوری فکر میکنه، و مهمتر از اون وابسته بود به اینکه دولت چه کسایی رو میگمارد بر سر خبرگزاری و این چنین روزنامه های. یکی از دوره های عجیبی که ماها به عنوان مصرف کننده، قصدم اصلا قضاوت فعلا نیستش، به عنوان کسی که تحلیل میکردیم، یه دوره عجیبی که گذروندیم، دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود که روزنامه واقعا تبدیل شد به یک روزنامه دیواری کمتر حرفه‌ای با حرفای قلوب‌آمیزی که بعضیش تو خاطره بخشم مونده در خاطره دیدبان. بله، بریم روزنامه مجله آزما رو ببینیم که آزما هم گویا 20 ساله شد. بله، آزما 20 ساله شده و این خبر خیلی خوبی هست، گرچه که همه به هر حال ازش به خوبی، یعنی به خوبی از مجله یاد میکنن، ولی از فضای مطبوعاتی به خوبی یاد نمیکنن. در ستایش پایداری خانم هورو یاوری نوشته است که خیلی نوشته خوبی هم هست، میگه حالا 20 ساله شده چه خوب. آقای مجابی مطلبی نوشته کم و بیش خوشبینانه. آزمای کل شب، این عنوانی است که آقای پوری دادن به مجله آزما، خوب حرفی هم هست. خانم گلستان
میگن روز همه روز همه این بالا پایینا درصد آزمون دووم آورد در همه سال. ولی بیشترم دیدن که آقای علم به حال مقاومت کرده و خوبه داره کرده و چیزی هم دست نداده. خانم لیلی گورستان نوشته که این همه روزنامه مجله اینا اضافه میشه، نشر میشه، اغلب هم خونده نمیشه. یه پرونده‌ای هم برای زنان و اندیشه‌های پنهان در تاریخ مذکر مفصل درست کردن که البته نکته جالبش برای من این بود که تو همین پرونده هم با 3 نفر از آقایون مصاحبه شده و یه خانم. ممنون که گفتید نقطه بلد. جالب میخواستید بگید نقطه انتقادآمیز. نه نقطه انتقادآمیز اونجاییه که میگه در پرونده این شماره آزمون به هیچ وجه قصد برتری دادن به زنان در برابر مردان و آنچه فمینیست ها با آن معتقدند در میان نیست. خوب ببین با صراحت اینو گفته. فمینیست ها من فکر میکنم اکثرا معتقد به حقوق برابر هستن. خوب دیگه برابری حرف خوب زد. یه گزارش هم راجع به زیرزمینی به اصطلاح چاپ زیرزمینی کتاب که اونم الان مثل که خیلی رایج شده در ایران. خیلی خیلی گزارش خوبی است، نشون میده چقدر وضع بیزنس کتاب بده. بریم نردبان رو ببینیم، مجله جدید هست نه؟ بله نردبان مجله جدیده و من تصور میکنم که وقتی هم که شما تو روی میز ببینین همون اتفاقی که بر من افتاد میفته براتون. روی جلد نگاه کنید میگه نشریه اقتصادی سیاسی اقتصادی اجتماعی، ولی خب با عکس آقای ظریف اب نداره. اقتصادیات الان به آقای ظریف معروف شده، یعنی مسئله برجام و اینا اومده. ولی وقتی این نشریه رو با این کادر تایم میبینیم یاد بقیه نمونه های ایرانی که وجود داشته در همه این سالا، به حال هر زمان یه نشریه‌ای با این فرمت تایم مگزین وجود داشته تو ایران، همه رو میبینیم فکر میکنیم که خب خیلی اتفاق خوبی است. وقتی تو میرید متوجه میشید و از همینجا هم متوجه نشین از تکرار این آرم در صفحات اول متوجه میشید که خیلی با نشریه حرفه‌ای سرکار ندارید. به نظر میرسه در شماره بعد این به یه وضعی الان بیشتر به نظر میرسه که شبیه یک مجموعه آگهی هست و این رو به خاطر میاره، گرچه که به مسائل هنری از جمله به آقای مادی و هنرمندا هم و هنرمندای خیلی خود نوید و عرض می‌کنم که بقیه هم پرداخته شده. مجله ها هنر سیاه و سفید. بله هنر سیاه و سفید شما عجیبی داره یه زن خیلی زن شلوغه نیست؟ بله شما توش کدوم مصاحبه دیده بودین؟ مصاحبه شنیدم، برای من مصاحبه جالبی بود، مصاحبه بود با آقای سعید مطلبی و این که میگه من تنها نویسنده کتبن ممنور کار هستم و اشاره میکنه که چقدر در سالهای بعد از انقلاب در واقع تنها حالا خیلی از بازیگرها هنرپیشه ها رسما اجازه کار نداشتن به خاطر حالا صورتشون، چهرهشون، کارهایی که قبل از انقلاب کرده دن، ولی ایشون تنها نویسنده و فیلمنامه نویسی بودن که و کتبن هم در حالا در یه پروسه ممنوعال کار میشن. مصاحبه جالبی بود و کلی از خطوط قرمز و از اینکه چطوری در هر صورت بالاخره موفق شدن وارد کار بشن و جالب اینه که با صدا و سیما کار رو شروع کردن، اونم سریال ستایش که سریال بسیار پربیننده و پرطرفداری بود. خب خوبه دیگه. یه چیز دیگه هم توی مجله دیدم تو میگم از آقای عالی پیام هم همونطور که روی جلد دیدین. بله. یه یادی شدی قبل از اینکه حالو شود رو دیده بودی موقعی بود که همیشون بازی کرد چند فیلم، این که اصولا تو عالم سینما همیشه بوده است. آقای پیام دیگه میگه 16 سال توقیف بدون دلیل و حالا هم گرفتار مافیای اکرانم. چرا میگه الان گرفتار مافیای اکرانم؟ خاطر اینکه بعد از اینکه از زندان اومد بیرون که به دلیل شعراش رفت اون زندان، حالا چون تهیه کننده فیلم هست فیلماشو اکران نمیدن. بریم مجله تجربه رو ببینیم. این مصاحبه کرده است آقای مهدی یزدانی خرم سردبیر مجله با آقای اسخر فرهادی درباره همین. بعد خیلی جالب باشه چون ببینید این اصلا این مصاحبه در حقیقت به نظرم یه تعلیفه، یعنی خود مصاحبه یه تعریفه، یعنی یه نوع منتقد ادبی و نویسنده رفت آمد ذهنی فوق‌العاده خوبی بینشون برقراره. در حقیقت هر دو داستان نویسن و در این مقام، یعنی در مقام روزنامه نویس و فیلمساز، اون رو فراموش میکنن، در یه لحظاتی میشن قصه نویس و بنابراین درباره تعلیقای قصه حرف میزنن با هم دیگه. توصیه میکنم به کسایی که روزنامه نگاری میکنن و دنبال یه مصاحبه جوندار میگردن این مصاحبه مهدی یزدانی خرم بخونن. هم مصاحبه شونده و هم مصاحبه کننده یکی از بهترین پوزیشن ها رو دارن و خیلی خوب دکوپاج شده این مصاحبه. اما بذارید نگذریم از این فصلی که داره به عنوان معمای رودکی
که داره معماری گرافیک و اصولاً موجودیت تالارودکی ایران رو میشناسونه. یکی از بهترین کارهایی است. با آدمایی که صحبت شده همه آدمای دست اندرکار بودن. کارتون آخر رو هم ببینیم از آقای احمد سخاورز. 20 سالی بود من از سخاورز کار ندیدم، فکر کنم بقیه هم تو دلشون تنگ شده بود. آقای سخاورز به خصوص کار جالبی هم فوق العاده است. آقای سخاورز که اصلا همیشه جوان قبولش داریم، همینطوری قبولش داریم، کار میکرد ولی به حال تو ایران ما ندیده بودیم، از دور میشنیدیم که ایشون ادامه میده. اون کلاغ‌های استثنایی که از اون موقعی دوران قبل از انقلاب یادمون هست، به حال این همه نشونه است. حالا دربارش میتونیم زیاد حرف نزنیم. من ازش استنباط میکنم از کسی که از مقصا ناامید شده رفته نشسته رو داره تو افق دنبال چیز میگرده. حالی ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه‌های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بفرستید به راه‌های تماسی که دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما و یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.